به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان. خب امیدوارم که این عکس پشت سر رو دوست داشته باشین. از علاقه مندی های من هست کهکشان ها و کلن علم نجوم. خب یادتون باشه که سابسکرایب بکنین، زنگوله رو فشار بدین که برنامه رو دریافت کنین، یعنی نوتیفیکیشن بگیرین، لایک بکنین اگه برنامه رو دوست دارین و همچنین نظرتون رو بنویسین. اگرم کسی میاد که به مقدسات ما بی احترامی میکنه یا فوش مینویسه، شما خودتون حسابشون رو برسین، ازتون خواهش میکنم. خب اینو اول برنامه گفتم، همین الان این کار رو انجام بدین. نظرتون رو آخر برنامه بنویسین، اول برنامه رو گوش کنین که در واقع با محتوای برنامه هماهنگی داشته باشه. برخی از شما نازنینان میایین زیر برنامه مثلا درباره یه چیزی که اصلا ربطی به موضوع نداره صحبت میکنین، خب این به نظر من یه خورده کم لطفیه. خواهش میکنم ازتون درباره سوژه برنامه، درباره این چیزی که اینجا داره بحث میشه صحبت بکنین. خب من در این برنامه میخوام بپردازم به خاله بازی و نمیدونم پارتی بازی و داماد بازی و عروس بازی و برادر بازی و نمیدونم خواهر بازی و این داستانا که ما در دستگاه‌های مختلف زیاد با این برخورد کردیم و زیاد این رو دیدیم. خب در ایران انقلاب کردیم، مردم انقلاب کردن، البته من نبودم که در زمانی که من درست پیش از انقلاب اومدم بیرون، من نبودم، من خودم انقلاب نکردم، دست نداشتم درش و همیشه وطن پرست بودم. حالا و خیلی از چیزایی هم که شاه و دارو دستش انجام میدادن مخالف بودم، بگذاریم از این موضوع. ولی در هر صورت مردم ایران انقلاب نکردن که از این پارتی بازی و راند و این داستانهایی که در اون زمان ما تجربه میکردیم از اون خلاص بشیم، گیره یه چیزی بدتر بیفتیم. خب الان همین هستش توی این سیستمی که الان میبینیم در تمام دستگاه ها، در تمام سازمان های دولتی اینا این دیده میشه و واقعا باعث تأسفه. بریم یه کلیپی رو ببینیم، داره حرفای خیلی جالبی میزنه، افشاگری میکنه و من اینجا یه چیزایی براتون میخونم. در واقع میخوام برم توی موضوع آقای ولایتی و اینکه ایشون کی هستن. ایشون قدرت زیادی دارن و خیلی نزدیک هستن به رهبرمون، ولی ایشون کی هستن و در واقع چجوری خیلی از موضوعی که در ایران هست تحت شعاع قرار میدن. بریم گوش کنیم ببینیم که چی هستش. اول اینو گوش میکنیم، بعد میرم سراغ آقای ولایتی و نفوذ ایشون. خب چپ و راست داره خبر میاد که داماد محسن رضایی مدیر عامل بانک شهر شد. قراره که آقای سپهری، خب چپ و راست داره خبر میاد که داماد محسن رضایی مدیر عامل بانک شهر شد. قراره که آقای ستمهدی احمدی، داماد آقای محسن رضایی که چند سالی هست عضو هیئت مدیره بانک شهر هستند و در واقع معاون ارزی ریالی این بانک هم هستند، به عنوان مدیر عامل بانک شهر انتخاب بشن. این خبر از این حیث جالب توجهی که همه دوستان میپردازن به این نکته که ستمهدی احمدی، داماد محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور میخواد بشه مدیر عامل بانک شهر. خب من ضمن تاکید بر این نکته که خب ایشون داماد آقای رضایی هستند، این نکته رو هم بگم که اخوی آقای احمدی داماد آقای رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آقای روحانی هستن. ببین اینا همشون یه جایی بودن، به هم دیگه نون قرض میدن، همین مهران تو سیستم میچرخن که من کاری با ایشون ندارم. اما از این نکته غافل نشید که خواهر آقای احمدی عروس آقای قالیباف هم هستن. عروس آقای قالیباف، توجه کنین، رئیس مجلس ما، یعنی رئیس مجلس فعلی و شهردار سابق تهران. شما از نقش همشیره ایشون در ورود آقای احمدی به بانک شهر نباید غافل بشید. حتما شما میدونین که همیشه اینجا میگن پشت هر مرد موفقی یه زن ایستاده، حتما ایشون دستی داشته در این انتصاب. ستمهدی احمدی زمانی وارد بانک شهر میشه که قالیباف شهردار تهران بوده و خواهر ستمهدی احمدی عروس قالیباف بوده، یعنی همسر الیاس قالیباف که یه جورایی همه کاره شهرداری هم بودن. بنابراین این انتصاب رو باید به فال نیک گرفت. من خدمت همه مردم تبریک میگم و امیدوارم تا باشه از این انتصابا باشه.
همیشه اینطوری نیستش که داماد یه نفر بودن تأثیر داشته باشه. البته تأثیر داره، اما اینکه خواهرت عروس کی هستم خیلی مهمه. یا علی، خب بذارین من یه لحظه این رو ببندم. خب میخوام براتون یه چیزی بخونم از پارتی بازی و نمیدونم از نفوذ یه شخص در سیستم یا در نظام و اینکه تمام کسانی رو که خب وارد میشن کسانی هستن که مورد تایید اون شخص هستن. ما میگیم سراغ آقای ولایتی. گوشه ای از تیم کرونا هراسی رو میخوام اینجا براتون در واقع روشن کنم. این کرونا هراسی که تو صدا و سیما میبینیم و همه جا تمام ایران رو گرفته. دکتر جماعتی رئیس کمیته علمی ستاد ملی کرونا کیست؟ دکتر جماعتی رئیس کمیته علمی ستاد ملی کرونا، توجه کنین نه همشون به هم وصلن. معاون دکتر ولایتی، ایشون معاون دکتر ولایتیه، توجه کنین. پیام تبرسی کیست؟ معاون ولایتی. خب حالا پیام تبرسی کیست؟ معاون آموزشی گروه بیماری های عفونی و گرمسیری، استاد بخش عفونی بیمارستان مسیح، بیمارستان مسیح دانشوری. این یه بیمارستانی هست که دکتر ولایتی داره. خب پس اینم از این از تایید شده های دکتر ولایتی هستش. آقای پیام تبرسی. مینو مهرز کیست؟ سردبیر مجله ولایتی. سردبیر مجله ولایتی. خب مینو مهرز واقعا نقشش چی بوده؟ عضو ستاد ملی کروناست ایشون و از مسئولان ارزیابی علمی واکسن هاست. حالا میخوام یه کلیپی رو اینجا بهتون نشون بدم، این رو با هم دیگه ببینیم. بذاریم من برم جای مناسبش رو پیدا کنم. خب از اینجا نگاه میکنیم، این یه کلیپی هست، من نمیدونم این آقا کیه ولی حرفایی که میزنه جالبه. گوش کنیم ببینیم چی میگه ایشون. مسئولیت حرفان با ایشون، این خانم مینو مغرس کیه؟ گوش کنین. شما مقام معظم رهبری رفتارهاش، ما امام زمان علیه السلام، امام معصوم علیه السلام، همین الان اگر جلوی ما یک کاری را انجام بده، همه فقها بلا استثنا میگن این فقط و فقط نشون میده که این کار مجازه، نشون نمیده مستحبه یا واجبه. آقایون دارن میگن هست آقا زده باید بزنید. این نهایت اجازه میده مردم انتخاب کنن بزنن، اونم تازه واکسن ایرانی رو هست آقا، برای اینکه جلوگیری کنه از واکسن های خطرناکی که از بیرون میاد. خود هست آقا فرمودن برای شما فرمودین که حضرت آقا فرمودن. خب ببینید این یه مصاحبه ای هست که اقتصاد نیوز، این خانومم گویا یکی از مصاحبه‌گران بی بی سیه تا جایی که من متوجه شدم، ولی در اصل این آقا پودرش میکنه میشونتش سر جاش، از همینایی که میان چرند از سر و قیافه‌شون میریزن. خب گوش کنین. هر کس که عاقل باشه واکسن دشمن رو نمیزنه، بعد ایشون خودشون واکسن برکت رو زدن و الان شما دارین میگین واکسن برکت هم واکسن دشمنه. یعنی آقا ببینین با قرض و مرض داره صحبت میکنه، درسته؟ آقا واکسن برکت رو زدن نه برای اینکه تمام ملت ایرانو بخوابونن واکسن بزنن، ایشون واکسن زدن که تولید ملی رو حمایت کنن. این خانم یادش میره در ذهن محتوای واکسن رو در اختیار عموم بگذارن که هنوز هیچ کسی نمیدونه تو واکسن برکت چی هست. شما آره اون سیکلر میخواهید درست کنید، ولی اینکه ما راه دروش رو میخوام عرض کنم خدمت شما، اون کسایی که این بازی رو درست کردن همونایین که جلو هست آقا وایسادن گفتن که 50 میلیون واکسن برکت میاد. خب از آقا گفتن اگر 50 میلیون واکسن برکت میاد نگرانی نریم، واکسن تولید میکنیم، واکسن خارجی رو جلوش وای میسیم، ولی دیدیم واکسن برکت تولید نشد و به این حد نرسید. در واقع یه مرحله بهتر از اون وضعیت به نظر میرسید. اون کسی که این دروغ رو میگه 50 میلیون میسازیم و نمیسازه میتونه در مورد فرمولاش هم دروغ بگه. اتفاقا هست آقا دست اونها رو زیر سنگ گذاشت همون جلسه، فرمودن اسناد و مدارک این رو نشون بدید، فعلا که تا به اینجا ندیدیم، میگم به یه جای خارجه دادیم. اون خانومی هم که این بازی رو درمیورد از کار دیروز اخراجش کردن، به یه جا خارجی دادیم، گوشت دادن دست گربه. ظاهرا داره ساکشو میبنده برگرده به کشور خود، چون اینا همشون هم دو تابعیتی هستند. همه خانومی که اسد پیر این بازی های کرونا و اسد خانم مهرس. خب مینو مهرس که من اسمشو گذاشتم مهرس برای اینکه کارهایی که کرده بسیار پنهانکاره و
در واقع در راستای منافع ملیشون قدم بر نداشته. خانم مغرس ایشون برگرده باید به کشور خودش، اینا بالاخره خانواده هاشون هم خارج کشورن. خب ایشون هم دو تابعیتیه، خانواده هاشون خارج کشور. این آقا میگه، من نمیگم، ایشون حتما بهتر میشناسه این خانم مغرس رو. ملحق میشن به خاندان خودشون ظاهرا. ملحق میشن به خاندان خودشون. خب متوجه شدین که این خانم مینو مغرس کیه؟ این آقای این در واقع خب این آقایون با این فرید. من اینجا میبندم، فقط میخواستم براتون روشن بشه که اینها یکی یکی باید سوراخ موشو پیدا کنن برن قایم بشن یکی یکی. الان داره شروع میشه برای تصمیم‌های غلطی که گرفتن و پنهانکاری‌هایی که کردن در تمام مراحل. خب حالا رسیدیم به این خانم مینو مغرس یا مینو مغرس. مینو مغرس کی؟ سردبیر مجله ولایتی. اینا همشون به هم وصلن. خب توجه کنین، همسر مینو مغرس کیست؟ شریک تجاری دکتر ولایتی. اینا به هم نون قرض میدن، شریک تجاری دکتر ولایتی. علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونای تهران کیست؟ علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونای تهران، رئیس دانشگاه دکتر ولایتی. دکتر ولایتی دانشگاه هم دارن گویا، من نمی‌دونستم. مسعود مردانی یا مردانی کیست؟ عضو انجمن ایدز بیمارستان دکتر ولایتی، همین آقایی که مرتب این در واقع مشاور عالی دکتر نمکی بود، مرتب توی تلویزیون بودش و کرونا هراسی میکرد و تمام اطلاعات کرونا رو میداد دیگه، هر دم و دقیقه ایشون رو میدیدیم. و ایشون متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری است. خب اینم از این که عضو انجمن ایدز بیمارستان دکتر ولایتی. دکتر امناللهی کیست؟ وزیر کنونی بهداشت، وزیر بهداشت منتخب دکتر ولایتی. خب دیگه چی میخواستین؟ انتظار چی داشتین؟ وزیر بهداشت منتخب دکتر ولایتی، یعنی این میخوام بگم که چه بسا آقای رئیسی زیاد نقش مهمی هم در انتخاب این وزیر نداشته باشن، اینطوری به نظر من میاد. حالا دکتر ولایتی کیست؟ خود دکتر ولایتی، شما میدونید که دکتر ولایتی تحصیل کرده خارج هستن و اعزام شونده تحصیل در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در زمان رژیم پهلوی. در زمان رژیم پهلوی علارغم داشتن پرونده در ساواک و 40 سال حاکم بر سیاست خارجی کشور و عامل هجوم اسناد بین المللی به ایران، این آقای دکتر ولایتی هستن. ببینین ایشون یک دو نرس سه نرس تو این سیستم بودن، از چند نرس در واقع. 30 سال ریاست بیمارستان مسیح دانشوری مرکز عملیات و آموزش سازمان بهداشت جهانی، توجه کنین، سازمان بهداشت جهانی و CDC آمریکا در ایران. 30 سال ریاست بیمارستان مسیح دانشوری مرکز عملیات و آموزش سازمان بهداشت جهانی، سازمان بهداشت جهانی و CDC آمریکا. ببینید CDC زیر نظر و کنترل کامل ارتش آمریکاست و همچنین این سازمان بهداشت جهانی. پس اینا که لونه کردن تو وزارت بهداشت، در واقع رئیسشون کیه؟ آقای دکتر ولایتی هستش که ریاست بیمارستان مسیح دانشوری رو داره ایشون. خب متوجه شدین که اینا چجوری به هم وصله؟ این فقط یکی از اون افرادی هستش، ایشون فقط یکی از افرادی هست که در نظام هست. خب ما گفتیم که این شبکه نفوذ همه جا هستن. من نمیخوام بگم ایشون نفوذیه، من فقط میخوام بگم که ایشون قدرت زیادی داره و تمام مهرهایی رو که انتخاب کرده اینجا و اونجا و اونجا گذاشته با تایید ایشون هست. خب کی میگه که اینا درست باشن یا افرادی باشن که دارن کار درست انجام میدن؟ این خانم دکتر مینو مغرس رو که دیدین پنهانکاری کرد، اومد دروغ گفت درباره میزان واکسن ها، درباره محتواش. یه محتواش یه جایی فرستادیم هیچ خبری هم نیست، الان اخبار میاد که معلوم نیست که تو همین واکسن بومی که به اصطلاح بومی چی هستش، مثل اینکه یه چیزایش از خارج وارد کردن. خب رهبرمون گفتن که ما واکسن خارجی نمیخوایم، همش باید ساخت ایران باشه، بومی باشه که بدونیم توش چیه و محتواش هم منتشر کنن، مردم بدونن که چی دارن میزنن، چی داره وارد بدنشون میشه، نه اینکه ندونن
چه بسا دشمن یه چیزی ساخته اینا وارد کردن میخوان بزنن به ایرانیا برای کشتن ایرانیا. خب در صورت رهبر ما خیلی روشن و واضح این رو گفتن و موردی نداره که ما واکسن های ناشناخته بزنیم. کسی میخواد واکسن بزنه بزنه، ده تا واکسن بزنه، هیچ مشکل و مسئله ما با این موضوع نداریم. ولی کسانی که الان مخالف واکسن و اجبار هستن، من خودم مخالف واکسن نیستم، مخالف اجبار هستم، مخالف کارت واکسن اجباری هستم، مخالف گرفتن آزادی های مدنی و فردی ایرانی ها هستم و ایناست. اونام که مخالف واکسن هستن مخالف واکسن نیستن، دارن میگن. دیدین که حالا این کلیپو در یه برنامه دیگه میذارم. خب من اینو نشون دادم که بگم که ما میخوایم از این آقای قالیباف که حالا خودشون بخشی از این نزدیکانشون توی سیستمایی در واقع اونجا کاری شدن و تصمیم گیرنده هستن، در صورت ما از ایشون میخوایم، ایشون الان رئیس مجلس هستن، باید قانونی تصویب بشه. البته تضاد منافع هستش اینجا، ایشون قانونی تصویب بکنه که فامیل بازی نباشه، عروس بازی و خاله بازی نباشه. خب اولین کسی که باید اخراج بکنه همین فک و فامیل خودشون هستش. من برای آقای قالیباف احترام زیادی دارم ولی این چیزا رو نمیدونستم. الان که داره رو میشه، خب بسیار یه مزه بدی تو دهن من میاد. اینجا میگن I get a bad taste in my mouth. این چیزی هستش که برای من اتفاق میفته. کسانی رو که بهشون باور داشتم و اطمینان داشتم که اینا دارن کار خوب خودشون رو انجام میدن، خب الان دو تا یه موضوع دیگه هم هست که من با آقای قالیباف زاویه گرفتم و اون اینه که این شفافیت آرا چی شد؟ چرا ای به عقب میندازین؟ چه ریگی به کفش تمام این نماینده ها هست که اینا عقب میندازین؟ البته اونایشون که نمیگم تمامشون، اونایشون که نمیخوان شفافیت آرا باشه. خب ما باید بدونیم که چه کسانی مخالف منافع ملی هستن، باید این رو بدونیم. حق ملت ایرانه که بدونن این رو. در صورت من از آقای قالیباف خواهش میکنم یه قانونی رد بکنن، علارغم این که در واقع شاید برخی از این فامیل خودشون رو باید بیرون بندازن از این منصبا، یه قانونی وضع بکنن که کسانی که میان سر قدرت مینشینن نباید فامیل فک و فامیل خودشون رو بیارن سر کارا. من نمیگم که در تمام شرایط، ممکنه یه موقعی یه کسی یه فک و فامیلی داره که این یک تخصصی داره که واقعا در تمام ایران دیگه پیدا نمیشه، بهتر از اون آدم پیدا نمیشه. خب البته که باید این شخص بیاد و اون بشینه در اون منصب، ولی باید این رو در واقع اعلام بکنن. من مطمئنم چنین چیزی امکان پذیر نیستش که یک کارشناس و متخصصی باشه که به مشابهون هزار تا یا صد تا توی ایران پیدا نشن. خب این فامیل بازی رو باید در واقع ما ریشه‌کن بکنیم و از کجا شروع میشه؟ از یه قانونی که باید از مجلس رد بکنن و به باور من دستگاه قضا هم میتونه اینجا ورود بکنه و یه کارایی رو انجام بده. ما باید یه بار برای همیشه از دست این فساد فامیل بازی خلاص بشیم، چیزی که در زمان شاه نمیخواستیم. حالا الان بدتر شده، به نظر میاد که الان بدتر شده. خاله بازی و داماد بازی و عروس بازی و برادر بازی و نمیدونم هم تمام اینایی که تو دولت روحانی بوده همه برادراشون مجرم و فاسد از آب در اومدن، الان دارن آب خنک میخورن. البته نه آب خنکی که بقیه زندانیا میخورن، اونا برای خودشون سویت دارن و نمیدونم اتاقای بزرگ دارن و خوش میگذرونن. اینطوری هم نباید باشه. این چیزی هست که من میشنوم. امیدوارم که ما یه تصویری از اتاق زندان اینا ببینیم که عکسش بهمون ثابت بشه که بدونیم اینا رفتن تو زندان واقعا زندانه، نرفتن اونجا خوش بگذرونن. خب در هر صورت امیدوارم که این مشکلاتی که ما در دولت ها، بیشتر اینا در دولت هامون هست ولی الان میبینیم که در خود نظام هم هستش. و من میخوام اینو بهتون بگم، رهبر ما پاکترین و مقدسترین انسانی است که وجود داره رو کره زمین و رهبر ما هوشمندترین و با درایت ترین رهبر جهان هستن. یعنی
سیاستمدار جهان و اگر ایشون نبودش ایران تجزیه شده بود. علی رغم تمام این افرادی که ناکارآمد هستن و دور و بر ایشون میچرخن و پارتی بازی میکنن و یه کارایی رو میکنن که حالا من نمیخوام که به هیچ کسی تهمت بزنم اصلا و ابدا، ولی خب یه کسی که میاد اون بالا میشینه و نزدیک هست به رهبر، حتما میتونه از اون جایگاهی که داره سوء استفاده بکنه، حتما میتونه سوء استفاده و استفاده بکنه. من خوام بگم که اون کسانی که تو اون مجموعه هستن، اونها جنسشون از جنس رهبر نیست، اکثریتشون جنسشون از جنس رهبر نیست. من خیلی متاسفم که باید بیام بشینم این رو بگم، ولی علی‌رغم این باید اینا رو دارم میگم که شماهایی که میگین چرا رهبر این کار رو نمی کنن، چرا رهبر اون کار رو نمی کنن، چرا رهبر نمیاد، بابا جون یه ما رئیس جمهور رو داریم، دولتش رو داریم که باید حفاظت بکنن از منافع ملت ایران، و اینها هستن که باید در واقع کشور رو اداره بکنن. یه کسانی هم هستن که دوربر رهبر هستن و حالا مشاور هستن، نزدیکانشون هستن. خب اینا اگر که در واقع مثل خود رهبر از جنس ایشون نباشن، خب یه مشکلاتی پیش میاد دیگه. من حرفم اینه، چه چیزی باعث میشه که آقای ولایتی تمام چیزها رو به دست گرفته، بیمارستان مسیح دانشوری که شد اونجا مقر سازمان بهداشت جهانی و CDC آمریکاست، یعنی اونی هستش که تو ایران لونه کرده و اونا دارن الان برای ما تصمیم میگیرن. تمام تصمیمایی که الان در رابطه با کرونا در کشور ما داره انجام میشه، تمامش زیر نظر اوناست. خب این غلطه، مگه ما میخواستیم بریم زیر سلطه اینا؟ این آمریکاست دیگه، مگه فرق میکنه؟ فرق داره واقعا؟ خب اینجا پرسشه دیگه، من دارم میپرسم واقعا فرق داره؟ ما از شر شیطان بزرگ خلاص شدیم، یا اینکه گیره یه مجموعه هایش هستیم که در ایران لونه کردن مثل لانه جاسوسی؟ این پرسشه دیگه، به عنوان یک شهروند اینو باید از خودتون بپرسین، واقعا از خودتون بپرسین که چی داره میگذره. و امیدوارم که شرایط رهبر رو بهتر درک بکنین. این رو بیشتر گفتم برای اینکه بدونین رهبر یک نفر هست، یک نفر، و تمام خطرات و تمام تهدیدها در واقع ایشون باهاش مواجه هستش. و من فقط موندم که این همه سال علی‌رغم تمام این چیزها ایشون تونسته که این کشتی که در طوفان دریا بوده، ایشون تا همکنون تونستن که اون رو هدایت بکنن و خیلی خوب این کشتی رو هدایت کردن. انشالله که ادامه پیدا کنه و من امیدوارم که یک فرجی بشه این افرادی که از این دست هستن، از دوروبر ایشون در واقع دور بشن و یک کسانی بیان از جنس خود رهبر دوروبر رهبر ما باشن. خب دوستتون دارم با عشق بر عاشقان ایران. یادتون باشه عضو کانال بشین. تمام کانالای من به ویژه کانال رامبلم هم برین و حمایت بکنین، که یه اطلاعاتی رو اونجا میذارم که اینجا نمیتونم بگذارم به خاطر قوانینشون. و تمام چیزایی که گفتم عضو بشین، لایک بکنین و نظرتون رو بنویسین. اگر که عضویتتون حذف شده دوباره برین عضو بشین. این اتفاق میفته، یوتیوب خب گاهی گداری این اتفاق میفته و یوتیوب چنین کارایی میکنه، حالا یا اینکه سیستمشون باگ داره یا به دلیل دیگه. دوستتون دارم با عشق بر عاشقان ایران و با آرزوی عمر طولانی و توام با سلامتی برای رهبرمون. سلام بر قاسم و لعنت بر تمام یزیدان زمانه، لعنت بر تمام نفوذی‌ها و تمام دشمنان ایران.